سلام دوستان وقتتون به خیر باشه ما شاهد پرکارترین و فعالترین روزهای زندگی وطن فروش ها هستیم به شدت مشغول کارن این روزها سیاه پوشیدن ازادار سهیانسایی هستن که فلسطینی ها برای بازپسگیری کشور خودشون به درستی با اینها برخورد کردن از طرف به شدت ناراحتن و قمگینن از اتفاقاتی که داره رخ میده چون شرف رژیم سهیانسی در افکار امید دنیا رفت و به شدت منفور هم شده به خاطر بچه که داره انجام میده از طرف دیگر به شدت در تلاش هستن بلکه شرف و حیثیت رژیم رو در فضای فارس زبان اگر نمیتونن حفظش بکنن حداقل از اون طرف شبه افغانی های داشته باشن میخوایم بریم بخشی از دروغ هایی و بخشی از حرفا که این روسا توسط این بیشرف ها داره زده میشه در فضای فارس زبان رو با هم بررسی کنیم ببینیم که چیا داره گفته میشه اول یه تصیر رو دارید روی صحبت هم مشاهده کنید. این تصویر رو به شکل گسترده به شکل انبوه دارن پخش میکنن دارن دست به دست میکنن خلاصه حرفش یه چیزه میگه آقا سخنگوی مقاومت فلسطین اومده صحبت بکنه بعد به جای اینکه از کلمه خلیج فارس استفاده کنه از کلمه خلیج عربی استفاده کرده و ببین شماها کجا نشستی شما چه آدمایی هستین همه ساکتین کی ساکت بوده کجا س... شماها چه ملتی هستین همه خفه خون گرفتین چی خفه خون گرفته فکر کردی ما مثل تو پدر سوخته ایم اوی بلشه بره خلیج فارس جگر نکنه بخونه زیپ رو بکشین نکنه ما رو مثل خودتون بیشرف کردیم نه ما وطنمون رو دوست داریم ما سرزمینمون رو دوست داریم ما خاک کشورمون رو دوست داریم بعد ما از خلیج فارس تو کلکلهای های زبانی دفاع نکردیم ما نیروهامون در خلیج فارس برای دفاع از این سرزمین دارن جون خودشونو فدا میکنن دارن آمریکایی ها رو به لجن میکشن دارن نافای آمریکا رو سوژه میکنن دارن یه کاری میکنن که امروز وقتی ناو آمریکا رفته سمت غزه خود آمریکایی ها مسخرش میکنن میگن دو هزار نیرو فرستادی فقط تو لبنان سی هزار تا آدم داره اینا یه شبه اتفاق افتاده. اینها با کارهایی که ما برای حفظ شرافت کلمه شریف خلیج فارس انجام دادیم رخ داده حالا یه سری دگوری پیدا شدن یه سری بی سواد بی که اینا هیچ سرشون نمیشه پیدا شدن و تعصبی هم روی وطن ندارن به جهت اینکه اینجا پاس گل بدن به رژیم سهینسی این حرفا رو مطرح کردن نمونه از تصویر منتشر شده توسط مناتور رو دارید روی صحبت های مشاهده میکنید گفته حماس از کلمه خلیج فارس استفاده نکرده یه کلمه جلی رو استفاده کرده تو الان دغدغت خلیج فارس یا رژیم سهینسیه آخه صاحب تو اخیرا با رژیم سهینسی دیدار داشته همه اینا مشخص شد دیگه پس تو ظاهرا کمکی باید بهش بدی دو تا نکته من درباره این کلمه خلیج فارس خدمت شما عرض بکنم اولا هر کسی که هر کجای این کلمه رو اشتباه به کار برده باشه کار غلطی انجام داده ما تعارف با کسی نداریم ترسی از کسی نداریم صریح میگیم هر کسی هر کجای این کلمه رو اشتباه به کار برده باشه کار غلطی انجام داده و محکوم میشه اما تا همین جای کار درباره صحبت های این بنده خدایی که این حرفو زده این بس مطرحه ای که آقا این اصلا اشارش به خلیج فارس نبوده این داره درباره کشورهای صحبت میکنه و درباره این منطقه ای صحبت میکنه که تاریخش اصالتش مربوط هست به یمن و دریایی که اطراف اونجا میشه و داره درباره اون صحبت میکنه من اصلا حرفی با این صحبت ها ندارم میگم اصلا شما فرض بگیر اینجا کلمرم اشتباه گفته میخوام فرض بگیرم کلمرم اشتباه گفته یه طرف یه کسی وایساده حرفی که درباره خلیج فارس اینه دارم فرض میگیرم یه طرف کسی وایساده که هر سال داره به دوروریاش تبریک میگه میگه ما امروز همون روزیه که در تاریخمون ایرانی‌ها رو کشتیم. الان من کدوم طرف باید وایسم من الان چیکار باید بکنم توی این دوتا بحثی که دارم میبینم این در حالیه که این داره تو زمین من بازی میکنه این در حالیه که این داره اون کاری که من مد نظرم هست رو پیش میبره این در حالیه که این امروز وقتی عملیاتی انجام میده فرداش به ایران تبریک میگه نامه میزنه میگه بسم الله الرحمن الرحیم به ملت شریف ایران و رهبر ایران تبریک میگم بذارید من ببینم ویدیوشو دارم اگه ویدیوشو نداشتم حتما عکسشو خدمت شما ارائه میدم بله تاثیر رو دارید روی صحبت من مش... بز فیلمشو براتون آخه میترسم فیلمشو پخش کنم یوتیوب حس کنه توی داستانای داریم به خدا بعضی چیزا رو میخوایم پخش بکنیم نمیشه توی کانال اینو منتشرش میکنم همین سخنگوی مقاومت فلسطین همین آدمه داره تشکر میکنه میگه از افراد و کشورهایی که از ما حمایت کردن به ویژه ایران تشکر میکنم اینا هر کجا میرن میشینن از ایران دارن تشکر میکنن از کلمه ایران تشکر میکنن ملت ایران رو ملت با شرف میدونن که ملت ایران کمکشون کرده نامه میزنن میگن رهبر ایران این برد تو بوده این پیروزی تو بوده و تو اومدی داری میگی که آقا این خلیج فارس گفته است یا نگفته است اگر نگفته اشتباه کرده و به احتمال 99 درصد اصلا منظور چیز دیگری بوده و از همه مهمتر این داره برای من تو زمینی در مقابل کسی در کنار من با کسی میجنگه که او جشن سالانش تبریکی گفتن سالانش به هم دیگه پیرامون این هست که ما یه زمان زدی میرانی ها رو کشتیم خب من که اینا رو محکوم میکنم اگر همچنین حرفی زده شده باشه و همچنین با همه توان از بچه های فلسطینی در مقابل رژیم نس حمایت میکنم شما بی شرفا شما بی همه چیزها درباره کسانی که هر سال کشتن ایرانی ها رو جشن میگیرن نظرتون چیه آ بچه شاه میره یه سطل آشغالی تای سالونه اونورم سطل زباله گذاشتن اینور فلان همونجا یه صندلی میذارن تا کردن خم شده در مقابل نتانیاهو میشینه ببینه نتانیاهو چی میگه ها شما با گردن کش در خونه اینا هستین در خونه صهیونیست‌ها و کسانی که جشنشون ایرانی کشیه هر روز دارن تهدید میکنن ایرانو بمبوم با بمب اتمی میزنیم با فلان میزنیم با بیسار میزنیم با گردن کج جلوی عربستان و توی تلویزیون سعودی اینترنشنال همسال اینها هستین شرافت داشته باشین این ای هم که شما امروز دارین همه البته اینها رو میدونن دغدغه دغدغه ایران نیست دغدغه دغدغه خلیج فارس که اگر داشتید وقتی ابی خلیج فارس نمیخون دورش قد میکشیدیم وقتی عکس و فیلم ها و اخباری از حضور بچه شاه در عربستان سعودی مطرح شد بهش اعتراض میکرد شما دغدغه‌تون خلیج فارس نیستش شما نگاه کردید دیدی اینجا رژیم صهیونیستی در مقابل ایران کم آورده صاحبش آمریکا اومده اونم کم آورده داری دست و پا میزنی یه اعتباری از اینا تو افکار عمومی بزنی درسته کسی غیر از این میفهمه این ماجرا رو دو تا نکته به شما میگم نکته اول جمله ای امام مطرح کرد این جمله رو همیشه تو ذهنتون داشته باشید در مقابل رژیم سهیانسی در مقابل رژیم سهیانسی نه ملت های منطقه نه بچه های فلسطین نه اون کسایی که توی آمریکا هستن نه اون کسایی که توی چین هستن توی روسیه هستن نه کفار نه اونایی که آدمای بدیان ببین دقت کنی به جمله با. نه نه اونایی که آدمای بدیان در مقابل رژیم سهیونیستی حتی اگر شیطان هم ایستاد ما با شیطان متحد میشویم اگر طرف مقابل رژیم سهیونیستی باشه رفقا فریب بازی های کسیف ای رو نخورید در مقابل رژیم سهیونیستی حتی اگر شیطان هم ایستاد ما با شیطان متحد میشویم اینا از شیطان کسیفترن و اینا از شیطان ضد ایرانی اینا از شیطان پسرن این واقعیتی هست که درباره اینها وجود داره هر روز تا انتهای شب ما داریم توی خبرها میشویم که اینا دارن بچه میکشن بعد افکار عمومی دنیا داره صحبت می‌کنه که اینا اون بیمارستان رو زدن یا نزدن فقط صهیونیست‌ها میتونن توی یک جنگی وارد بشن 3000 تا آدم کشن افکار عمومی در روی یه چیز دیگه حرف بزنه اینا از شیطان کثیف‌ترن فقط صهیونیست‌ها میتونن همزمانی که داره بچه میکشه اعلام کنه من بمب جدید خریدم بمب جدید برای چی میخوای اینا که تو بیمارستان هستن دارن میمیرن همینجوری هوشیار باشین در این بازی کثیفی که راه انداختن این بازی بازی ایرانه این بچه‌ها که در فلسطین دارن میجنگن اونایی که دارن در لبنان میجنگن اونایی که دارن در عراق میجنگن اونایی که دارن در یمن میجنگن با استکبار با ای ها اینا کسانی هستن که در کنار ما دارن شمشیر میزنن اینا کسانی هستن که تو بخشی از ماجرا جور ما رو دارن میکشن اجازه ندید آنهایی که غیرتی روی کلمه ایران و خلیج فارس ندارن حرفای از این دست بزنن ما که غیرتمون روی خلیج فارس نشون دادیم اثبات بکنیم نه تا شهیدی که ایران در سالهای گذشته از بعد از 57 تا امروز در تقابل با فرامنطقه ها در خلیج فارس داده. ما در خلیج فارس شهید دادیم ما در خلیج فارس تقابل مستقیم با آمریکایی داشتیم اسیر ازشون گرفتیم زد و خورد داشتیم زبون اینها رو فارسی کردیم تو خلیج فارس میخواد بیاد بره با من فارسی حرف میزنه بعد بی شرف های اومدن افکار عمومی رو منحرف کنه نه بازی بسیار دقیق دا داره پیش میره دم بچهای فلسطینی گرد بسیار درست دارن بازی میکنن آن چیزی که هفتاد و خورده سال در آرزوش بودن ملت ها اینا دارن به درست شکل ممکن پیش میبرن جز حمایت اگر کسی ایرانیه اگر کسی ایرانیه جز حمایت در حال حاضر از فلسطین نباید داشته باشیم و هر کسی ذره یک ساند خواست ما رو از حمایت نسبت به فلسطین مردد بکنه این قطعا موضوع ضد ایرانیه همه ای اینها که پرونده هاشون برای ما روی میزه که ما که میتونیم اینو بیشرفن که نسبت به بازی کسی اینها ها فریب نباید بخوریم بریم ادامهش رو با هم بررسی کنیم. توی چند ساعت بعد از اینکه فلسطینی ها اون عملیات شاهکار تاریخیشون رو انجام میدن نزدیک 5 میلیون هشتگ 5 میلیون محتوا روی هشتگ طوفان الاقصا رفته که شما دارید مشاهده میکنید همزمان ارتش رژیم صهیونیستی و این وطن فروشای فارسی زبانش میان میگن آقا چیکار بکنیم ما این 5 میلیون هشتگ داغ شده فلان شده تو فضای ایران تقریبا محتواهایی که درباره رژیم صهیونیستی و علیهش داره منتشر میشه هشتگ هایی که در فضای مجازی ایران در توییتر داره داغ میشه بعضا 500 هزار تا 600 هزار تا 300 هزار تا 400 هزار تا 200 هزار تا که دیگه معموله داره محتوا روی اینها هر روز میره و داغترین هشتگ ها در توییتر فارسی و فضای فارسی زبان همه الان همه در دفاع از فلسطینی و همه علیه رژیم صهیونیستی و فروش فروشای ما میان یه کاری میکنن میگن آقا چیکار کنیم ما یه هشتگ بزنیم هشتگ در مورد چی بزنیم شما همیشه هشتگاتون بی شرفی بوده تو تجمعاتتون همیشه گفتید بی‌ناموسید هشتگ درباره چی؟ در حمایت از رژیم صهیونیستی هشتگ زدن. 400 هزار تا محتوا برداشتن بردن روی این هشتگ بخش اعظمش. در مقابل این 5 میلیونی که من به شما گفتم اصلا اینا عدد به حساب نمیاد. توی تیک تاک کاربرهای مختلف از کشورهای مختلف از کره جنوبی بگیرید تا آمریکا اومدن. همین سلام فرمانده‌ای که خونده شده به زبان عربی هم خونده شده سلام یا مهدی. اومدن سلام یا مهدی خوندن در دفاع از فلسطینا میلیونی داره بازدید میخوره. همه افکار عمومی هر کجا شما بگید دربون کاخ سفید هم الان با است. شک دارین کنگره آمریکا مگه 400 از کارمنداش تظاهرات نکردن اینا همشون هر کدوم یه دو ثانیه فیلم از فلسطین ببینن میفهمن باید کجا وایسن یه دونه فیلم از بچهای غزه ببینن میفهمن کجا باید وایسن اینا همه با فلسطینن این بی شرفای فارسی زبان ما اومدن گفتن آقا ما هشتگ بزنیم در دفاع از رژیم صهیونیستی همیشه کنار رزالت ایستادن همیشه کنار ضد وطن ایستادن همیشه کنار پسی ایستادن اینجا هم داستان همینه هشتگ را انداختن این هشتگ چیزی در حدود به اصطلاح خودمون بخش قابل تجوش من خیلی دوست داشتم آمار رو برای شما بیارم از روی آمار به شما را بدم ولی خب اینجا توی این بخش ندارم ولی اون چیزی که رسانه ها منتشر کرده بودن آها پیدا کردم اجازه بدید گفته که یه سری از اکانت روی این هشتگ منتشر کرده اسمشونو مثلا یکی از هشتگ هشتگ امیر یکی از اسما امیر قربانیه امیر قربانی 6 ماه اکانتش تو توییتر ساخته شده 280 تا محتوا فرستاده روی این هشتگ بعدی همین تو 180 تا 170 تا 140 تا بعد یه بخشی از اکانتایی که محتوا فرستادن اکانت بالای 500 تا محتوا فرستاده خب مشخصه یه کار رباتیکی انجام دادن به جهت اینکه پروژه ای رو ببرن تقدیم بکنن به رژیم صهیونیستی شرماور کجاست؟ شرماور اینجاست که وقتی بررسی میکنیم همونطور که توی تاثیر دارید مشاهده میکنید بخش قابل توجهی از اکانت که در فضای فارسی زبان اومدن اینجا دفاع کردن از رژیم صهیونیستی همزمانی که اون داره بچه میکشه در فلسطین اشغالی اینا سلطنت طلبن این بسیار خجالت آوره من در بین کسانی که حالا ممکن هست برنامه من رو ببینن و ما با ما همسو نباشن و ممکن هست سلطنت طلب هم باشن دارم این رو یادآوری میکنم برید این فضاحتی که اینجا هست رو درستش بکنید ما ایرانی هستیم ایرانی هیچ موقع طرف ناحق نمیشه اصلا شما در مسئله فلسطین نیازی است بررسی کنید ببینید چی اتفاق افتاده امروز فیلم های غزه رو ببینید میفهمی حق با کیه میفهمی کجا باید وایسی محتواهای تولید بکنید در جهت دفاع از فلسطین یادآوری بکنید که جای درستی ایستادید شما وقتی برمیگردی به گذشته بابای این بچه شاه خائن بی هم باباشم وقتی صحبت میکرده از فلسطین میگفته بریده های روزنامه های اینا رو الان دارن تو فاز فاس زبان کانال های انقلابی دست به دست میکنن مسخره میکنن این بی شرفا چه جوری فهمیدن بعد وایسن کان اسرائیل مگه میشه همچین چیزی آقا من اصلا با این بحثا حرف ندارم نمیدونم چرا یه سری تعصبی نمیشن روی افوا و واقعیت رو نمیتونن بفهمن وقتی یه کسی هر سال داره کشتن شما رو جشن میگیره شما چه جوری خوشحال هستی از اینکه مثلا توی این نبرد بتونه پیروز بشه و چجوری از ضربه خوردنش ناراحتی داره هر سال فقط تو کل عالم فقط داره به تو کجی میکنه اینو میتونی بفهمی اینا متاسفانه بدیهیاتی است که برای یک عده که روی وطن بی غیرت شده اند بی معنا شده بریم ادامش رو با هم بررسی بکنیم هشتگ هایی رو در خصوص اومدن داغ کردم برای رژیم سیاسی من بعضی از محتواهاشون رو میخوام برای شما بخونم یک نمونه رو دارید مشاهده میکنید تصویر منتشر کردن تو فضای فارسی زبان ها تو فضای انگلیسی زبان ها اینا هم همین تصویر رو بردن زدن تو سرشون گفتن کجا نشستید اومدن نشستن بچه فلسطین بچهای صهیونیست رو اسیر کردن بردن تو غزه انداختن تو قفس فیلمش رو روی صحبت من دارید مشاهده میکنید فیلمی که منتشر کرده خیلی خوب فیلم رو دارید به صحبت های مشاهده کنم من قطع میکنم این عکس ناراحتت کرده بچه دو قفسه ناراحتت کرده آقا این بچه ها رو زندانی کردن شماها جماعت وطن فروش که این چند روز اینا رو پخش کردین گفتین اینا فلسطینی ها اسیرشون کردن اینا شما رو ناراحت کرده اگه کسی تلاش بکنه این بچه ها رو آزاد بکنه آدم خوبیه یا آدم بدیه به من بگید شما آدم خوبیه پس چرا شما به مدافع حرم میگفتید مدافعان اسد این فیلم 2015 سوریه است مدافعان حرمی که بهشون میگفتیم مدافع اسد رفته بوده اینا رو آزاد بکنن رفته بودن با اون نره خری که صدای خندیدنش تو تاثیر میومد به جنگل رفته بودن با این داشیا به جنگل اینا تکفیری هن این کار کردن نه بی شرفا با این داستان ها کاری ندارم فقط دو روز دروغ بریز رو سر افکار عمومی کمک بکن افکار عمومی مسئله رو متفاوض بفهمه یه نمونه شو دارید مشاهده میکنید دروغ های از این دست بسیار زیاده من اگر بخوام دونه دونه برای شما پیش برم از اراجیفی که اینا گفتن فکر میکنم بشه ساعت ها برنامه ساخت فقط یه دونه ویدیو میخوام پخش بکنم از یه کسی که بذارید یه دونه عکس روی صحبت من میبینید وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی و وسط نشسته بریم بعدی رو ببینیم عکس بعدی وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی و وسط که پسرکی که این چند وقت خیلی سر صدا کرد سر دیده بشه من اعتصاب کردم فلان کردم کاربرا قطر بازوش رو منتشر می‌کردن میگفتن مرد حسابی تو اگه اعتصاب کرده بودی الان هیکل تو وضع تو چارچوب بدنیت نواد این شکلی می بود که تو این همه رفتی میگی من چند هفته است کردم بعد انقدر سر حالی چجوری اعتصاب کردی نه اعتصاب نکرده بود این کاربر رو میخواستن معروفش بکنن میخواستن دیده بشه کنار وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی میبینید همون وحید بهشتی که برای شما گفتم که میگفت ریختن فلسطینی هواداران فلسطین تو لندن ریختن سرم یه فس هم زدن گفتن چرا تو داری حمایت میکنی از چیز از رژیم صهیونیستی یه ویدیو میخواستم ازش ببینیم الان قطعا وقت نمیشه فقط به همین عکس استناد میکنم اینایی که میان میگن آقا در فضای فارس ما حامی اسرائیل هستیم نه اینا مزدورای اسرائیلن سر یه میز با اینا نشسته پروژه براشون تعریف کرده دارن فعالیت میکنن در دنیا کسی از اسرائیل حمایت میتونه بکنه همه امروز دارن از یه چیز حرف میزنن اون هم کودکانی هست که در فلسطین دارن به شکل وحشتناکی به شهادت نکته دیگه ندارم این بخشی از ماجرا بود باید با هم بررسی میکردیم اگر شما نکته بحثی داشتین حتما در قالب پیام برای اون بفرستین کمک بکنید که گزارش با پیام های ارزشمند شما کامل‌تر بشه خاک پای همه رفقا هستن فقط اجازه بدید فقط یه درخواست از دوستانم میکنم دوستان عزیز ما در هفته تبلیغات هستیم از همه رفقا خواهش اینه حتما از ما حمایت مالی داشته باشن اگر از برنامه ما خوشتون میاد فعالیتی که ما داریم میکنیم مدل اجرای ما و چیزهای از این دست خوشتون میاد ولو یک ریال از ما حمایت داشته باشید نکته دیگه ندارم خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر